امروز با هم دیگه اومدیم با پارت دوم کریر مناطق محروم. از همینجا هم بدون مطلی شروع میکنیمش که اگه نمیدونید کریر سناریوش و چجوریه حتما از من پارت یکو ببینید. این قسمت اول شروع کارمونه، یعنی اونجا تیم و ساختیم و فلان، ولی توضیحای مهم اونجا دادیم و الان دیگه میخوایم بریم شروع کنیم نقل و انتقال و فلان و اینا. و یه نکته هستش که بچه‌ها یه سری غر زده بودن تو ویدیو قبلی که مثلا بین ویدیوی پارت یک و این قسمتی که الان داریم میبینید، من خب یه هفته 10 روزی زمان گذاشتم، نذاشتم هیچ پارتی و دلیلشم تو قسمت قبل گفتم، یعنی من گفتم این قسمت تا قسمت بعد استثنان فاصلش زیاد میشه که من صبر کنم و کامنت های شما رو بخونم که کریره رو یه بخشیشو با نظر شما ببرم جلو. مثلا فرمیشن رو پرسیده بودم که شما چی پیشنهاد میدین، که گذاشتم کامنت های مختلف رو خوندم و الان قراره که فرمیشن رو انتخاب بکنیم. راجع به نقل و انتقال، اینکه کیو بخریم کیو بفروشیم و اینا یه سری پرسیدم و اینا، و سر این بود که این دو پارت استثنا فاصله‌اش زیاد شد، بقیه رو سعی میکنم دیگه تو بدترین حالت هفته یک قسمت رو بذارم دیگه به 10 روز و فلان و اینا نرسه. بعد داره دیگه بریم کارمون شروع کنیم، خیلی کار داریم. این کش مویی هم که زدم اینجاش داره پاره میشه، نمیدونم معلومه تو ویدیو یا نه، حس میکنم وسط های ویدیو یهو بپاچه، ولی امیدوارم که اینجوری نشه. بعد اینجا هم که اصلا میگن مار از خونه بدش میاد یا همچین چیزی میگن، که آره من الان از دمبله میدونید که چقدر بدم میاد، بعد التیمیت تیم و مثلا من ول میکنم که از دمبله راحت چم میام، اینجا تو کریرم باید خبر رفتن به پاریسشو ببین. هیچ عیبی نداره. این از اسکوادمون که 4-2-3-1 داریم بازی میکنیم. واسه اول کارم ما بریم یه فورمیشنی بچینیم. کامنت هایی که شما واسه فورمیشن و انتخاب فورمیشن گذاشتین، تقریبا میتونم بگم همه مدل فورمیشنی رو پیشنهاد دادین، یعنی 5 دفاعه یه سری ها گفتین، یه سری گفتین 4-2-2، یه سری 4-3-3 معمولی فلان، همه اینا بود. ولی اون چیزی که من تو کامنت ها چند بار دیدم و تکرار شد، حالا نمیدونم بر اساس چی نوشتینش، ولی 4-3-2-1 بود. الان ترکیب ما 4-2-3-1، اون برعکس، 3 تا هافبک داره، 2 تا سی اف داره و یه استی داره، ترکیبیه که توی التیمیت تیم واقعا ترکیب متا، یعنی همین الان تو کاستوم تاکتیک ویژن لیگ من ترکیب اصلیم 4-3-2-1. ولی نمیدونم بچه‌هایی هم که تو کامنت ها گفتن بر اساس اون گفتن، یعنی خودشون چون تو التیمیت استفاده میکنن گفتن، یا کریری خوبه، چون حس میکنم ترکیب سیفی نیست. اینجا هم یه سری بهمون ریکامند داده، طبق اون پلی استایلی که داریم بازی میکنیم گویا ترکیب 4-3-2-1 جزء ریکامندا هست. کنار 4-3-3 داریم میبینید یه گوشه زیر تصویرمه و این تصویره که یه لایکی هم زیرش آورده واسمون، میگه آقا ریکامنده، ما میگیم اینو بازی کن. پس ما هم همینو پلی میدیم، فقط جای بازیکن به هم ریخت که الان نادر کیانی باید، نادر این بود یکی دیگه بود، نمیدونم اسم کوچیکاشون رو یادم رفته، ولی این نادر. بعد اینجا هم یه سری بازیکن داریم مثل افشار و شهبازی و فلان و اینا رو میتونیم بذاریم جزو گزینه‌های فروش، چون الان مثلا تو تیم اصلیمون آر بی رو داریم، 2 تا CB داریم که هر دوشون هم کویرن علاوه بر پیس و فلان، خیلی اوضاع خرابه. یه ال بی داریم، کلا تیممون اصلا نقطه ضعفش پیسه، یه چیزی که ندارن سرعته، همه چی دارن غیر سرعت. ولی میگم باید چید این تیمو باید بهش زمان داد، انتظار قهرمانی و نمیدونم اینا هم که نداریم ازش، باید بهش زمان داد آروم آروم بچینیم. ولی حاجی سی بی ذخیره ندارم و یه دونه کازمی دارم، این کیانیه میتونه سی دی ام و سی بی بازی کنه، یعنی اگه نیاز باشه مثلا میتونیم به عنوان ذخیره سی بی روش حساب کنیم، ولی بازم کلاب خالیه، یعنی باید داستانا رو یکم بهتر کنیم. بعد نوکمون الان مثلا این بیاد سی اف بازی کنه، اوکیه، رضوی سی اف این طرفمون میشه، ولی خب ویک فوت 2 داره. عزیزی الان استی تیم اصلیمونه که گفتم اون پسر خدا داد، اینم بازیکن خوبی نیست، یعنی کلا هیچ کدوم این بازیکنایی که ما داریم متاسفانه بازیکن خوبی نیستن، یعنی من نمیدونم الان کیو کجا بازی بدم چه جوری بازی بدم. ولی جعفری رو نگاه، جعفریه، همه بازیکن ها واقعا خرابن و اوضاعشون خرابه. من میگم فعلا فرمیشن رو سیف کنیم، بازیکن ها رو چون شناختی نداریم نمیدونیم چی به چیه فعلا دست نمیزنیم، فعلا فرمیشن اوکی بشه، بعدش بریم توی قسمت اسکواد ها بو یه 4 تا دونه دیولپمنت پلن و اینا بهشون بدیم، چون بازیکن ها واقعا بازیکن های خام و خیلی رندومن، یعنی باید ساخته بشن. اینکه
بره بالا اوورال و نمیدونم ویک فوت و اسکیل و فلان و اینا یه 30 هفته ای طول میکشه، چون بازیکن چیزی نیست، بازیکن جوونی نیست که ما بگیم آقا میتونه سری را بیفته فلان و اینا، اوضاعش خرابه. در همین داستان ما میگیم آقا نمیدونم ویک فوت بره اسکیل بره بالا، چون پیسش هم میبره بالا، یعنی موبایل استرایکر بشه 33 هفته طول میکشه، فرم بازیکن خوب نیست. میگم اینا همه چیزای منطقی و طبیعیه، ولی خب این جعفر جعفریه رو میشه روش بیشتر و بهتر کار کرد، چون بازیکن 19 ساله است. من دیگه بقیه رو هم همینجوری میزنم، حالا تو ویدیو ممکنه که کات بشه چون چیزای مهمی نیستش و باید سریع تصمیم بگیریم و ببریم. مثلا یکی از خوبای تیممون امیر رضویه که اورال 79 داره، و اگه مثلا بخوایم اینو ببریم بالاتر تقریبا میشه گفتش که اینا بهترین چیزای شادو استرایکر و دینامو، که فکر کنم هیچ کدومش خوب نباشه چون ویک فوت خیلی بدی داره. من ادوانس پلی میکر رو میزنم که ویک فوت 2ش یه کوچولو بیاد بالاتر. خب رو بقیه بازیکنام یه سری چیز میز انداختم که حالا زیاد مهم نیستش، و همه بازیکنام 12 ماه فقط کانترکت دارن، کلا قراردادها همه مرز چیز شدن، یعنی باید یه سری یارو بریم باهاشون صحبت کنیم و مذاکره کنیم، فعلا کاری باهاشون نداریم. و یه سری صحبت موبت هم داریم که یه سری اسکات راستی زده بود این رو بازیکنه ایرانی، توی کامنت ها هم خیلی گفته بودن که از ایرانی ها اللهیا رو حتما بگیر چون جوونتره، و نهیده بودیم کسی هم باش کریر رو اینا بره اللهیا رو داشته باشیم، پس منطقیه ما هم سعی میکنیم که هیچ کدوم هم اگه نگرفتیم اللهیا رو هم بگیریم. اما قبل همه یه کارهایی که قراره بکنیم واسه نقل و انتقال، یه سورپرایز دارم که نمیدونم چرا یه سری بچه ها فهمیده بودن، کامنت ها دیده بودم، و همونجوری که فهمیده بودین احتمالاً یا نفهمیده بودین، قراره که لامین یامال رو ما بیاریم توی تیممون، یعنی اصل بازیکنی که قراره واسه این کریر بخریم لامین یاماله، بازیکنی که این روزا دیگه کسی نیست که نشناستش. خیلی از استعدادها هستن مثلا مال چه می‌دونم چلسیه، شاید چلسی فنا خوب بشناسن بقیه نشناسن، ولی الان سر بازی‌های یورو و فلان و اینا دیگه کسی نیست که واقعا یامالو نشناسه. بس دیگه توضیح موزی نمیدم، فقط چون بازیکن زیر 18 ساله وقتی که اصلا خیلی سنش کمه 16 سالش و اینا، توی دیتابیس بازی به طور دیفالت نیست، یعنی شما الان برین کیک آف بارسا بردارید نیست، ولی توی یورو برید توی مود یورو قسمت اسپانیا اونجا یامالو داری. بعد اون یامالی که اونجاست ما اینجا تو کریر نمیتونستیم بیاریم، یعنی تو آپدیت اسکواد اینجای کریر نبود. سر این من یه یامال خودم رفتم ساختم، ولی با همون استاتای اون کارتی که خود ای ای بهش اونجا داده اونجوری ساختمش، و قیافش هم حالا تا جایی که سعی کردم ساختم، البته ویدیو یوتیوب و اینا هم چیز کردم تقریبا شبیشه، و توی فری ایجنت هاست، یعنی من گذاشتم تو بارسا، بعد دیدم واسه خریدنش به مشکل میخوریم، مثلا یهو قیمتش میشه 40 میلیون 30 میلیون، خب ما تو همچین کریری نمیتونیم همچین بازیکن بیاریم. الان یامال به عنوان فری ایجنت هست، یعنی ما بیایم تو ترانسفر و سرچش کنیم یامالو میبینیم، یامالیه که دستی آوردیم ولی دوست داریم تستش کنیم تو کریر. نه لامین یامال 17 ساله. چرا 17 ساله است؟ چون متولد 2007 و تو کریر و کلن تو فیفا باید تو دیگه بدترین حالتش 2005 باشه، اونجایی که داری دستی بازی کنه میسازی، و من مجبور بودم که 2005 بزنم. و آره این لامین یاماله، میزنیم یه اسکاتی بشه با اینکه فری ایجنته، ولی یه نگاهی کنه یه قیمتی بهمون بده تقریبا قیمتش چقدره بدونیم با چه پولی بریم جلو و فلان. اینو میزنیم پس اسکات کنه، و غیر از این کلن میاییم یه قسمت فری ایجنت ها رو چک میکنیم، چون بچه ها یه سری بازیکن گفته بودن تو فری ایجنت ها، گفته بودن اونا رو یه چک بکن بگیر و اینا، که یکیش همین ایشونه اکرم عفیف، که خیلی ها گفته بودین خدایش بگیر واسه تعویضی یا مثلا سمت چپ، که منطقی هم هست، الان ما داریم مثلا یامال رو میگیریم واسه راست، میتونیم عفیف رو بگیریم واسه چپ و بازیکن‌های خودمون سی ای ما و اس تی ار رو استفاده کنیم، به نظرم میتونه جذاب باشه. پس اینم میزنیم یه آمارش در رو بهمون اعلام کنه، 6 روز طول میکشه، و حالا بعد اینکه چند تا بازیکن رو زدیم چند روز میریم جلو که نتیجه این اسکاتا بیاد و بتونیم تصمیم بگیریم. موعظه علی هم یه سری رو گفته بودین، ولی من مخالفم، یه بیایم تیمو قطری کنیم پولند و اینا رو نیستم اولا، حالا جدای قطر و ایناش ما میخوایم اللهیا رو بگیریم که اونم اس تی میتونه بازی بکنه، و جعفر جعفریو داریم، کلی بازیکن داریم، عزیزیو داریم، اینا باید تست بشن، شاید یکیشون خوب در اومد چون سناشون رو دیدیم بیشتریاشون جوونن. بعد چند تا بازیکن مکزیکی بودن همین اینا دقیقاً،
که بچه‌ها گفته بودن بازیکن خوبی ان، چک کن نگاه کن که میتونه جذاب باشه. مثلا اینو الان دارم نگاه میکنم، پیس 86 داره و دفاع وسط سی بی هم من دیدین دیگه تیممون خودش خوب نبود تو زمین سی بی و اینا، پس اینم میزنیم اسکات بشه. و روبرتو آلوارادو که آر ام فعلا به دردمون نمیخوره. دوباره یه سری بازیکن مکزیکی داریم، علی اسد رو داریم و فلان. میگم بیشتر این بازیکن ها قطری و اینان، ولی ملیت های دیگه هم توش ریزه پیدا میشه. این عثمان بوکاری رو توی یکی کریرها داشتیم فکر کنم تو تدلاسو بود. بقیه بازیکن هم نمیدونم، دنبال بازیکن مطرح میگردم همینجور دارم میرم جلو. شاید خیلی از همین اینا هم بازیکن های خوبی باشن، ولی من دنبال بازیکن مطرح میگردم ببینم کسی رو میشناسیم اینجا جز اکرم عفیف تقریبا هیچ کدوم رو نمیشناختم. ولی یه سری بازیکن ها مثلا گفته بودیم مثل ناچو اینا که اصلا الان توی فری ایجنت های من که نیستن، احتمالا باید یه فصل بریم جلو، فصل بعد فری ایجنت میشن دیگه، یاد نمیدونم فعلا که نیست. و شاید اون پایین ما اینا باشه هن به تحلیل نرسید. پدرو میگل هم یادم همیشه تو فری ایجنت ها بود تو همه کریرامون. بعد یکی دوتا سی ام مکزیکی هم گفته بودین که فکر کنم یکیشون همین این بود، همین لوئیس رومو. ببین سی ام هم خوبه، ولی من میخوام رو سی ام و این پستا به بازیکنایی که دارم اعتماد کنم فعلا. حالا جلوتر میریم اگه نیاز شد این فری ایجنت ها رو تا قبل تموم شدن نقل و انتقال ها میتونیم بگیریم، یعنی ما فعلا چند هفته هم بریم جلو حتی بازی هم بکنیم پنجره نقل و انتقالی هنوز بازه. و آره فعلا چیز دیگه نداریم، مثلا دروازه‌بان و اینا هم هست که دیگه خداییش تو دروازه‌بان ما باید به بازیکن اصلیمون اعتماد کنیم. بریم چند رو جلو که میبینید فعلا 5 میلیون بیشتر نداریم، ولی سعی میکنیم چند روز بریم جلو. اون قسمتی که کوتاه میشد رفت جلو اینجا بود. آره چند روز همینجوری آروم بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا ما رو دعوت میکنم واسه یه جام پیشفصل که چون رو بازیکن ها خیلی تاثیر میذاره و ممکنه خسته مستشون کنه، ما پس میکنم قبول نکنیم بهتره، ولی تو این تیم و این وضعیت مالی که داریم حس میکنم قبول کنیم بهتره، و اینی که از همه قیمتش بالاتره رو انتخاب میکنیم. حالا ما میریم یا میبازیم و نابود میشیم یا یه پول ریزی بهمون واریز میشه دیگه. همین اول کارم با اسپانیول بازی داریم چند روز دیگه، و چون میخوایم یه گیم پلی هم تو این ویدیو داشته باشیم به نظرم خوبه. همین اول کار یه نفر نظریو به عنوان لون میخوادش، فرزاد نظری ولیوش 1,200,000 و گویا سی ام، و ترکیب ما هم چون 3 تا سی ام داره واقعا سی ام ها رو تا جایی که میتونیم حفظ میکنیم، چون سی ام الان تو پلن خریدمون نیست. پس ما آفرش رو ریجکت میکنیم لستر رو چون قرضی هم میخواست. حالا مثلا یکی بیاد بازیکن 1,000,000 ما رو 3,000,000 بخواد بخره، ما میتونیم یه صحبتی باش بکنیم، میتونه منطقی باشه. بعد آها نتیجه اسکات بازیکن ها اومد، اکرم عفیف و فلان و اینا، بریم ببینیم چه جوریه. اول از همه فعلا بازیکن ایرانی ها نیومده، یعنی صادق محرمی، الله یار و علی علی پور همشون 5 روز دیگه نتیجهش معلوم میشه، که احتمالا از همه اینا ما یه الله یار رو بتونیم بگیریم یا شاید همین هم نتونیم بگیریم. حالا لامین یامال ولیوش 13,000,000، یا بس 13,000,000 کجا بیارم نمیدونم، البته فری ایجنت ما نیازی نیست 13,000,000 بدیم، و حقوق موقعش هم چیزی مشخص نیست، یعنی ما میتونیم یه صحبت ریزی بکنیم و بگیریمش. اوکیه شورت لیستش میکنیم توی ترانسفر هاومون که بعدا بریم سراغش. اسم کنم فعلا تصویرم اینجا باشه منطقی تره، نه چون که الان داریم بازیکن ها رو نگاه میکنیم اوورالشون و اینا رو نوشتیم همه میفته زیر تصویرم، پس فعلا همین بالا باشم. حالا اگه نیاز شد دوباره میریم پایین، ولی کلا فکر کنم اینجا بهتره، نمیدونم چرا پایین بود. حالا خصوص آنگلو یه همچین چیزی سی بی پیس 79 داره، اکسلریشن 77، اسپرینت اسپید 81، اون 86 که دیدم فکر کنم پتانسیلش بود، ولی خوب چیزیه به نظرم، بازیکنیه که میتونیم بگیریم. قدمت نداره البته، قدش 5.10، یه دفاع وسط از ایناست که رو زمین خیلی خفنه، میتونه جز گزینه‌ها ولی باشه. اکرم عفیفم ولیو بالایی داره و به نظرم مثلا این بازیکن رو ما بگیریم یه حقوقی منطقی اگه بتونیم بگیریمشون که به باشگاه ضرر نزنه، و بعدا اصلا بفروشیمشون، یعنی همین خصوص آنخلو رو بگیریم اصلا بازیش هم ندیم 6 میلیون میاد رو 5 میلیونمون، و اینا سوده. یه چند روز میریم جلو و رسیدیم به بازیمون، یعنی الان به بازی با اسپانیول میخوایم برسیم، ولی قبلش الله یار و میلاد و اینا مشخص شدش. سامان قدوس ولیوش 1 میلیون، یعنی ما 5 میلیون داریم میتونیم 5 تا سامان قدوس بخریم. مثال بود. بعد
آره پس میتونه جزء گزینه‌ها باشه اگر یه هافک مثلا با تجربه طور بخوایم تو تیممون و اینا، ولی حقوقش 18500 بودش که باد. میلاد محمدی 2 میلیونه، البیه ولی 29 سالشه. حس میکنم به البیه تیم خودمون اعتماد بکنیم منطقی تره تا یه البیه 29 ساله بخریم. 4 میلیون و 400 هم فسخ قرارداد داره که میتونیم با اونم بریم جلو. صادق محرمی عالیه وضعیتش، 27 سالشه، سنی تقریبا اوکیه، 1 میلیون و 700 هم هستش. صادق محرمی میره تو شورت لیستمون. و علی علیپور 1 میلیون، یعنی 5 تا علی علیپور هم میتونیم بخریم، یا مثلا 3 تا علیپور بخریم 2 تا قدوس، اینجوری هم میشه. ولی الله‌یار صیاد منش 3 میلیونه که با توجه به بهتر بودن و جوان بودن الله‌یار به نظرم منطقی ترینش همینه. پس ما علی علیپور رو کاری نداریم، میلاد محمدی هم کاری نداریم، صادق و الله‌یار رو میزنیم توی شورت لیستم. بریم واسه اولی مذاکره با یامال صحبت کنیم که اگه نشد و نذاشت که بخرنم، مثلا نتونستیم بخریمش، یه چند روز دیگه دوباره بتونیم بریم جلو. آقا پینکمن، اینم ایجنت یامال، ایجنت از این بیناموساست، اینم خود یامال که خدایی شبیش نیست، یعنی اونی هم که خود یه یاورده تو یورو شبیش نیست و اسکن شده نیست، ولی کاری نمیشه. میگه اسکادرول روتیشن میخوام، اصلا ما میخواستیم به عنوان فیکس بخریمش، این به روتیشن هم راضیه، اصلا چی از این بهتر؟ اکسپت میکنیم و همه چی رو اکسپت میکنیم. چون 18 سالشه چرا هی سنش میره بالا؟ اونجا نوشته بود 17، اینجا اومدیم بخریم شد 18، الان بخریمش بیاد تو کلاب میشه 19، بازی اول بازی کنه میشه 20. من اینجوری نمیخوام، ولی ما 5 ساله میخوایم ببندی آقا، اصلا میخوام باشی حالا حالا ریلیز کلاز و فلان و اینا، میدونید که مثلا بعدم میاد بند آزاد سازی و اینا، اصلا میبینم که عیر میزن. ما میایم حقوقش هم 5000 تا باشه، حقوقش میکنیم مثلا 15000 که صفر، هم 5000 باشه، ساین بونوسش رو 10000 تا کم میکنیم. نمیدونم چرا دارم مثلا روی این چیزا زیادی چونه میزنم، ولی 10000 تا از این کم میکنیم. و بونسی هم که داره رو میایم روی 20 بازی 80000. نمیدونم چرا دارم سر این چیزای کوچیک صحبت میکنم، ولی ببینیم قبول میکنه. قبول نکرد، گفت آقا 10 تا اپریانس 53000 تا، این که بیشتر به نفعمون شده جی، 200 تا یعنی 5100 رو کرد 5300، 200 دلار بردش روی حقوقش. خب 200 دلار خداییش اوکیه. ساینینگ بونوسش رو یکم برد بالاتر، از اون طرف اپریانسش که 15 بازی 80000 بود و کرد 10 بازی 50000. تمام، میتونستیم تازه یه کوچولو چیز کنیم، ولی تمام. لامین یامال اولین بازیکنی که اومد تو تیم مناطق محروم. حالا به نظر شما لامین یامال اگه ایرانی بود اسمش چی میشد؟ حالا ما که نمیخوایم ادیت کنیم یا کاری کنیم، ولی اگه یامال ایرانی بود اسمش چی میشد؟ اسم پسر با ل داریم؟ از چوی تیم هم اومده خفتش کنن. همین اول کار نادر رو فرستادیم مالازرش. به نادر نیست، نادر خیلی دولاختره. بعد لامین یامال شماره 24 تیممون، اصلا صورتی بهش میاد، قبول داری؟ خیلی بهش میاد. نه خودش مشخصه زیاد راضی نیست، یکم قیافش ناراحت میزنه، نمیدونم چرا. اینم که باید بمونه ای بده دیگه، منطقیه دیگه، فری ایجنت ما میخریم ای. و آره اورال 74 داره و توی تیم ما گود اسکواد پلیر زده، ولی به جا هافکا میتونه بازی بکنه، چون که ما وینگر الان تو ترکیبمون نداریم. یکی از ترکیبی هم که بچه‌ها گفته بودن 4-3-3 اتک بود، اونم به نظرم میتونه جذاب باشه، فکر کنم تو ریکامندامون هم بود. آنگولو و عفیف، این دو نفر هم سری میریم اوکیشون میکنیم. آنگولو خیلی میتونه به دردمون بخوره چون 25 سالشه، ال بی و سی بی هم میتونه بازی کنه، یعنی من الان ال بی ذخیره ام ندارم، پس این بازیکن حیاتیه واقعا، باید تو ترانسفر این یه کوچولو وقت بذاریم و دقت از دستش ندیم. ما نقش روتیشن بهش پیشنهاد میکنیم، شاید یه کوچولو بهش بر بخوره بخواد قبول نکنه. آره دیگه همینا هم شد. ایمپورتنت میخواد که بازم ما اکسپت میکنیم، چون میگم هم ال بی هم سی بی به دردمون واقعا میخوره. بعد 25 سالش ما 3 ساله باش میبندیم، فعلا 3 ساله باش میبندیم. بند آزاد سازی هم نمیده، ایجنتش هم خانومه بوده، مثل اینکه زنش شده مثلا مدیر برنامه. بعد حقوق پیشنهادی ما میاییم روی 8000 تا،
و 8000 تا و ساینینگ بونوس 40000 تایی 50000 تایی 50000 تا ساینینگ بونوس بکنم منطقی باشه خودش. آفر رو بدیم حالا ببینیم گریش در میاد یا شاید هم گفت خیلی هم باید گریش مثل اینکه در اومد میگه 11500 میخوام 100000 تا ساینینگ بونوس 10 تا کلینشیت هم 155000 تا 10 تا کلینشیت یکم عجیبه خیلی داره گرون میشه. بازم اوکیه ها بین الان بودجه ما هنوز 3 میلیون خورده ای داریم ولی ما میخواییم بیشتر سیف کنیم. ما الان میاییم حقوقشو یه کوچولو میاریم پایین یعنی 1,500,000 میاریم پایین. یعنی اونو قبول میکنه بازیکنیه که اگر دستشم بدیم اتفاقی نمیافت. منطقی بخوام بهتون بگم که داره میگه بدتر شد که داره میگه واسه 5 تا کلینشیت 135000 11500 هم که اصلا تکون نمیده میگه اصلا من همونو میخوام. یعنی این بچه ها پا میکنه برون زمین قشنگ اونجوری داره چیز میکنه و ما میایم بونسش رو دوباره همون 10 تا میکنیم. یعنی 135000 تا رو من میدم داداش ولی 10 تا دیگه اول گفتی 10 نکنش 5 10 تا کلینشیت تو واسه من بیار اصلا 200000 تا بهت میدم والا یه قبول شد خریدیمش. اینا به نظرم بازیکنیه که میتونه واسه همون سود داشته باشه. ببین الان ما باید رقم شاید غیر منطقی حقوقی خریدیمش یا بونس الکی گذاشتیم و اینا ولی همین الان لیستش کنیم واسه فروش میتونیم 6 میلیون بفروشیمش. مثلا ولیو 6 میلیون بود شاید بالاتر هم بتونیم بفروشیم. یعنی ما هیچی ندادیم هنوز بهش حقوقش هم حتی ندادیم تا حالا ولی میتونیم سود کنیمش. این میتونه منطقی باشه از اون لحاظ. خدای لوگو تیممو دوست دارم صورتی پوشان آنتا جدا قشنگه. بعد آره اینم اوکی میکنیم دوباره بهمون اوکی دادش میگه جا کامبیز میتونه بازی کنه که اونم میتونه منطقی باشه. اکرم هم بریم بگیریم. اکرم هم به نظرم جزء بازیکنایی که ما بگیریم فقط بفروشیم هم سود کرد. از این زاویه بهش نگاه کنیم با حقوق بالاش هم یه جورایی میتونیم کنار بیایم. کلا ایجنت خانوم امسال میزنه که موده. بعد آره این دیگه میخواد اصلا بازیکن فیکسمون باشه. 3 ساله هم میخواد اوکیه 26 سالشه منطقی هم هستش. بند آزادسازی هم نمیذاریم. بعد ببین بند آزادسازی چرا نمیذارم؟ مثلا من میتونم یه بند غیر منطقی مثلا 100 میلیونی بذارم. کریر اینجوریه که یوهو مثلا تو اسکیپ میزنی میبینی لستر اومد 100 میلیون داد بازیکن تو خرید. خب ما سود کردیم ولی کریر خراب میشه. ما اون کریر رو اسمش مناطق محرومه چون میخوایم با بودجه پایین بریم جلو. اینکه یوهو مثلا یه 100 میلیون بیاد تو تیم خیلی یه جوری میشه. ما میتونیم بریم بازیکن گنده بخریم ریس جیمز رو بیاریم تو تیممون. مثلا از اون حالت باحالش در میاد. بعد آره اینم ساینینگ بونوس و اینا داره خار مادر و 10 تا گلم 220000 تا میخواد. بابا خداییش غیر منطقی داری میگیدیم. ما میگیم آقا 15 تا 200. خداییش این منطقی تره. ساینینگ بونوس و ایناتم میگم اوکی. یه خداییش 15 200 اوکیه دیگه. قبول الان که قبول کرد من پشیمون شدم. گفتم شاید میتونستم بیارم پایین تر نیاوردم ولی حالا دیگه سگ خورد. اکرم هم خریدیم چون خیلیاتون خدایش گفته بودین. یعنی الان این سه تا ترانسفر یا مالش رو سلیقه خودم بود بقیهش چیزایی بود که شما بود. سه تا بازیکن پس به تیممون اضافه شدن. حالا سامان قدوس، صادق محرمی و الهیار صیادمنش. این سه تا بازیکن، سه تا بازیکنی هم که تنها بازیکنی هم که فیسش اسکن سامانه. سه تا بازیکن، سه تا بازیکنی هن که خوبن ولی قیمت دارن دیگه. یعنی اینا رو باید رفت خرید و فعلا هم ما مذاکره با اینا رو شروع نمی کنیم. یعنی همون بازیکنایی که گرفتیم و فعلا بیاریم. یعنی نمیدونم همین الان اومده تو تیم یا باید بریم جلو چند روز که اومدن. همین الان حی و حاضر آماده بازی کردنم. پس حالا که ما چیز کردیم، حالا که اومدیم کلن وینگر خریدیم، یعنی هم یامال هم عفیف، به نظرم بریم ترکیب وینگدار رو پلی بدیم. این شد تیم فعلیمون که بازی اولو قراره با این تیم الان بریم تست کنیم. عفیف داره چپ بازی میکنه، یامال داره راست بازی میکنه، عزیزی استیمونه، رضوی پشت مهاجم بازی میکنه، یکی از بهترین بازیکنامونه. کبیری هم باید سی امش کنیم، همون نادر خودمونه، اینو باید سی امش کنیم که اینجا سی ام دفاعیمون باشه و اون یکی سی امون هم نظریه. این فکر کنم همونه که لستر میخواستش. بعد چند تا بازیکن دیگه هم اینجا داریم، تایری و کیانی و اینا همه بازیکنایی هستند که میتونن بیان بالا.
همین کیانی و کبیری و من 20 بار راحت اشتباه گفتم. بعضی موقع به این میگم نادر، به کبیری میگم کیانی. نمیدونم چرا این دو تا هافکای ما رندوم اسمشون شبیه هم شد، ولی واقعا سخت. بعد دیگه مرادی و اینا هم همه جزء گزینایی ان که میتونن بیان و کمک کنن. حالا حتی این نویدیه بازیکن خیلی خوبیه که ما میتونیم از پتانسیلش استفاده کنیم. فکر کنم سنش هم پایین باشه اگه اشتباه نکنم. کجا میزد سن؟ نمیزنه اینجا. پایین تر 18 سالشه. خداییش بازیکن 18 ساله رو باید بازی داد. ما میاریم جای کاظمی توی ذخیره هامون و یکی بازیکنم 20 سالشه قاسمی. خداییش حیف اینا رو بازی نداد. حتی همین شهبازیه واقعا بازیکنیه که باید باشه به نظرم. ما میاریم جای مرادی شهبازیه و فعلا با این تیم میریم واسه بازی با اسپانیول. ما سیو میکنیم و بازی با اسپانیول و گیم پلی میریم و این قسمت رو تمومش میکنیم. توی قسمت تیم استراتژی هم یه سری جدید بهمون پیشنهاد داده که میتونیم ویژنمون عوض کنیم. آها یه سری ها میگفتن گیم پرس خیلی بهتره از تیکی تاکا، ولی نمیدونم. یعنی ما با تیکی تاکا میگن مثلا واسه بازیایی که تو میخوای چیز کنی، واسه بازیایی که میخوای اسکیپ کنی و بزنی جلو و اینا، گیم پرس باشه خیلی بهتره. واقعا نمیدونم. حالا ما با تیکی تاکا و 4-3-3 فعلا بازی که خودمون میخوایم بازی کنیم و بازی میکنیم. ببینیم چه جوری پیش میره. بریم جلو. رسیدیم به روز بازی و اولین بازی صورتی اف سی. اسپانیول داره استاندارد بازی میکنه، ما تیکی تاکا و اینم تیم حریفمون آقا مارتین نازاریو رو داره. پشمام روحیم رو باختم. واقعا روحیم رو باختم آجی. ولی عیبی نداره. کیکافو میزنیم. کیکافو میزنیم. نمیدونم هم امسال چیزی عوض شده تو کیکافای کریر. قاعدتا عوض شده ولی حالا نمیدونم. میتونیم کویک سیم کنیم یا سیم کنیم که قبلا این کارا رو زیاد کردیم، یا همون هایلایت رو بازی کنیم و اینا، ولی چون بازی اوله و 4 دقیقه و ورد کلاسه همین رو پلی میکنیم. برو بریم. بریم ببینیم وضعیت چجوریه. اولین کیکاف با تیم صورتی رو میزنیم. صورتی پوشان در میانه میدان با اکرم افری من قطری که آره شروع میکنه. داستان عفیف چیه؟ چرا انقدر پیشنهادش زیاد بود؟ جدی نمیدونم خیلی ها. یعنی یکی در میون کامنت ها گفته بودن فری ایجنت ها عفیف یا مالا نگاه موارا نگاه بس سنگینه. ولی آجی شوت میزنیم که خوب نباید میزنیم، ولی باحاله. به نظرم از دور خیلی شبیه ماله. من از جلوی مثلا داشتیم مذاکره میکردیم گفتم فیسشو خوب نساختم، ولی نگاه خداییش الان به من وایب یامالو میده آجی. نوع دویدنش، نوع دریبلش. سیمیده لامین و یامال واسه عزیزی و گل اول. اولین گل کی میزنه جز عزیزی؟ یعنی کی بزنه بهتر از عزیزی؟ تاکسیک هم هست مثل اینکه و خداییش سیسشون به بازیکن ایرانی ها میخوره. نمیدونم چرا هافک مکزیکی از اینایی که توی فری ایجنت ها بود و به نظرتون بگیریم. هافبکشون یه کوچولو کم داریم. به نظرم یه هافبک خارجی رو هم باید داشته باشیم. ما الان تو دفاع داریم، تو اتک داریم. به نظرم یه هافبک هم بخریم بد نیست. چون فری ایجنت دیگه، حالا تو بدترین حالت ما می‌خریم، به دردمون نمی‌خوره، یه سودی روش می‌کنه. پس اینو تو کامنت‌ها واسه قسمت بعد بنویسین. و اوه آقا کبیری میاره واسه رضوی. دوباره کبیری خیلی سنگینه ها. ببین یعنی قشنگ دستم درد گرفت انقدر آنالوگو فشار دادم تا راه بره. با لو میده لامین یامال. فعلا یه پاس گل رو داره بازی اول. لامین یامال لا. عزیزی میاد پرس کنه، موفق نیست. چه موقعیتی داره تیم اسپانیول، باید مراقب باشن. آنگولو توپ اول رو خیلی خوب رفت کرد، اما اکسپوسیتو سابقه کار یک بر یک میکنه. بازی داره سخت میشه واسه تیم صورتی پوش. حالا یامال حرکاتی که شگردشه رو میاد انجام بده، میاد سانتر بکنه که نمیدونم چرا این کارو کردش. بلود 39 دقیقه بازی. الهلالی یارو فکرم طرفدار الهلاله، اسمش اینجوریه یا ابوالفضل. سیو عالی از رضایی.
زنده نگه میداره صورتی پوشانو توی این بازی، وگرنه تو همین نیمه اول کار واسه شون تموم شده بودش. حالا لامین یامال زده حمله رو داره میزنه تک نفره، که خیلی تک نفره، باید پاس زودتر میداد که این کار رو نکرد و نیمه اول هم به پایان میرسه و 1-1 مساوی. بازیکنه سرشناس آنواجی اسپانیولو نگاه نکنین دست دو فلانه، واقعا تیم خوبی داره، اسکواد خوبیه. اکسپوسیتو زننده تک گل بازی واسه تیم اسپانیول، آروم میره جلو، عفیف میاد و چه توپی قطع میکنه. حالا فرصت واسه ضد حمله دارن، یه پاس عالی از نویدی تازه نفس واسه رضوی و اینو باید گل کنی رضوی، و چه گلی میزنه، چه پاسی داد بهرام، آقا بهرام نویدی، یعنی بهرام دیگه شد فیوریت. یادمون باشه بهرام همه بعد بیشتر بازی بدیم، 18 سالش هم هستش، به نظرم آینده خوبی داره. چه پاسی چه ضربه ای، موشک بود لامصب. بازیکن بدی نیست ولی عفیف، میگم اصلا بازی هم ازش نگرفتیم بخوایم بفروشیمش، 12 13 میلیون قیمتشه. جونم رضوی چه توپ گرفت، حالا کیانی، لامین یامال میزنه توپو که به کورنر میره، ولی یامال خدایی سیسش تو بازی خیلی شبیه خودشه، یعنی یه جی جی واسه دنی پینکمن پنیوسی. کیانی میرفت که گل سومو به زیبایی هرچه تمامتر بزنه، نشد که بشه. میایم واسه حسینی، عفیف، رضوی، نویدی، پاسو ببین واسه لامین یامال میاره رو پای چپش، ضربه بد. حال باید رشد کنه، ببین پینکمنو عصبانی کردی، عصبانیت میکنم. دقیقه 90 است، واقعا خطرناکه. از شهدی میزنه، حالا تازه ضد حمله هم میتونیم بزنیم. ریدم وای وای وای، سوتو بزن داور، سوتو بزن، یه دقیقه تموم شده داداش. خب این وسط زمین توپو اینجوری معطل کرده، باید سوتو بزنی دیگه. پاس به عقب داره میده، بازم سوتو نمیزنه. این مونده بودش نازاریو بهمون قیچی بزنه. آقا بازی اول بردیم، اولی بازی رو بردیم، ولی مردیم تا بردیم. دایی سخت بود، ولی اسپانیول هم تیم خوبی نبودش. از نمیدونم این جام پیش فصل چرا شرکت کردم، چون من تو کریر قبلیم دیگه شرکت نمیکردم، ولی گفتم اینجا همون 1-2 میلیون هم در صورت قهرمانی میتونه به تیممون واقعا کمک کنه، واسه همین قبول کردیم. ولی رضوی اولین گل سیزنشو زد، عزیزی هم اولین گل تیممونو کلا زد و بازی خوبی بود. و همینجا هم ما میایم روی دیولپمنت پلن، کجا بود دوباره یادم، اسکوات ها، بریم قسمت دیولوپمنت پلن ها رو سریع اوکی کنیم و این قسمت رو تموم کنیم. بازیکنه جدید که یه دونه عفیفه، پلن دیولوپمنتش رو ما میاییم روی بهترین طبق اون چیزی که خودش پیشنهاد داده، واید پلی میکره که شوت و دیریبل و پاسش رو میبره بالا و فیزیکش رو و منطقی هم هست، اسکیلش هم میبره بالا، منطقی ترین و سریع ترین هم هست واسه بالا رفتن اوورالش. و واسه بازیکن بعدی میریم، آها بهرام نویدی رو ببریمش بالا فکر کنم. واید پلی میکر رو میزنیم، یه وینگر ذخیره داشته باشیم، یامال مثلا مصدوم شه یا چیزی بشه، نداریم واقعا کسی. پلن یامال هم ما میایم روی اونی که ویک فوت میبره بالا، اینه 30 هفته طول میکشه، پیس و شوت و دریبل رو میبره بالا، به نظر منطقی ترینش هم در حال حاضر همینه، چون استامینا هم 57 و خیلی پایینه، بره بالا منطقی تره. ببین اینو من کاستوم ساختمش، من میتونستم موقع کاستوم ساختن استامینا 99 بذارم، اجریتی بالانس 99 بذارم، مثلا اینجوری بذارم بازیکن باگ بیارم تو تیمم، ولی نخواستم. بازیکنم خواستم ریالستیک و واقعی باشه. اینورتد وینگر رو پس میزنیم و 30 هفته طول میکشه حالا جلوتر بره فرم خوب بگیره، این میتونه بیاد پایینتر و اوکیتر. و اون یارو آنگولو چی بودش اسمشو یادم میره، دفاع وسطی که خریدیم، آره آنگولو رو میاریم روی یه چیز منطقی که چند تا داره، با 11 هفته میاره پایین، فکر کنم این خوب باشه، دیفنسیو سنتر بک منطقی ترینشه، پیس و دیفند و فیزیک و ریاکشن و اینا رو میبره، اصلا بهترین چیزیه که دفاع وسط نیاز داره. و فعلا اوکیه، واسه پارت اول خرید داشتیم، گیم پلی داشتیم و چون
ویدیو قبلی رو گفتم پارت 0 اینو دارم میگم، پارت اول وگرنه تو اون شمارشی تو کانال الان این پارت 2 حساب میشه. و همه چی خوب بود، طبق نظر شما هم رفتم جلو و بریم واسه ادامه ماجرا. تازه شروع فصل و اینا رو تو قسمت بعدی داریم و قسمت بعدی قسمت مفصلی میشه احتمال زیاد. تو قسمت بعد ما تا مثلا بازی پنجم ششم خود لیگ هم میریم، یعنی این پیش فصل رو شاید من آفستریم کنم، یعنی خارج از ویدیو تمومش کنم، بعد تو ویدیو بریم یهو سراغ خود EFL چمپیونشیپ و اینا، چون خیلی کار داریم اینجوری بخوایم کند بریم جلو. 30 قسمت کریر میشه که به درد نمیخوره. پس سعی میکنم یه سری کارهای متفرقه رو بین قسمت‌ها این به بعد انجام بدم و تو قسمت بعدی بگم چی کار کردم دیگه. یهو بگم آقا اینو اینجوری کردم، اون اونجوری کردم، حالا بریم مثلا ادامه فصل. اینجوری به نظرم ریتم تندتر و باحال‌تری داره. ولی بازم اگه دوست دارین که همینجوری کند بریم جلو هم باز کامنت بگین. نظر شما مهمه تو این کریر. پس کامنت زیاد بذارین، ویدیو رو لایکش کنید و مرسی از اینکه ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اسم من دنی پینکمن و تا ویدیو بعد.